شما از ماجرای غزاله و کامران آوینی یا همون مرتضی آوینی معروف خبر دارین؟ چشماتو ببند و با من بیا به روز جمعه 21 اردیبهشت 1375، جایی که یه عده از اهالی روستای جواهرده کنار درختی که از اون زنی حلق‌آویز شده بود تجمع کرده بودن. مردم بومی اونجا جسم بیجون غزاله علیزاده‌ای که حتی تا دقایقی قبل از حلق‌آویز کردن خودش نگران نوشته‌ها و دسترنجاش بوده رو پیدا می‌کنن. اون تو آخرین نامه که قبل از تموم کردن کارش تو دنیا نوشته بود از دوستانش هوشنگ گلشیری، دکتر براهنی و منصور کوشان درخواست میکنه که نوشته هاشو به ثمر بنشونن و اونها رو چاپ کنن. قصه فاطمه یا غزاله علیزاده قصه زنیه که روزگاری در دانشگاه تهران عاشقی رو تجربه میکنه. اون عاشق مردی میشه که یک باره اونقدر عوض میشه و تغییر تفکر و عقیده میده که از کامران به مرتضی آوینی تبدیل میشه.